مناسبت 8 مارس در میدان ملتمن جمع شدیم از طرف انقلاب زنانه، کمیته زندانیان سیاسی، فدراسیون پناهندگان، زنان علیه طالبان و حزب کمونیست کارگری. اطلاعیه انقلاب زنانه زنده باد 8 مارس روز جهانی زن. به یاد مونا حیدری و همه کودکان و زنانی که قربانی ناموس و ناموس پرستی شدند فریاد اعتراض سر می دهیم. امروز روز فریاد اعتراض ما علیه کودک همسری، علیه قتل ناموسی، علیه حجاب و همه قوانین اسلامی است. امروز روز فریاد اعتراض ما علیه کلیت جمهوری اسلامی است. 8 مارس همواره یادآور مبارزات بی امان زنان و انسانهای برابری طلب در سراسر جهان که برای دستیابی به حق و حقوق انسانی و رهایی زن در حال مبارزه بوده و هستند. 8 مارس همچنین سال روز تولد انقلاب زنانه در ایران از دل 8 مارس 57 در مقابل فرمان خمینی به حجاب است. ما برای زنان و برای برابری طلبان، برای ما آزادی خواهان، برای ما که خواهان پایان دادن تجاوز دین و مذهب به زندگی انسانها، بیش زنان و کودکان و رنگین کمانی ها و آتیست ها هستیم. 8 مارس یک نی بزرگ به نظام تبعیض و سرمایه در سراسر جهان، یک نی بزرگ به جنبش اسلام سیاسی، به ویژه یک نی بزرگ به حکومت اسلامی، دزد سالار، مافیایی و زنستیز حاکم بر ایران است که با قوانین متحجر و قرون وسطایی خود و با توحش سازمان یافته حقوق زنان و کودکان را جلو گرفته است. ما در 8 مارس یادآور مبارزه زنان در صف مقدم حمله به بنیانهای ایدئولوژیک حکومت اسلامی علیه حجاب و آخوند و اسلام و مقابله با توحش افسار گسیخته حکومت اسلامی توسط گشت ارشاد و آمران به معروف و ناهیان از منکر و دیگر سرکوبگران هستیم. انقلاب زنانه به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن بر همه زنان شجاع که حکومت جمهوری اسلامی را به زانو درآورده اند درود می‌فرستد، بر زنان درود می‌فرستد که با مقاومت در زندان‌ها نشان دادند که زندان، شکنجه، اعدام هرگز اثر ندارد و نمی‌تواند صدی در مقابل جنبش سرنگونی باشد. بر مادران و خواهران دادخواه، بر معلمان زن که پرچم اعتراض علیه وضع موجود را به دست گرفتند درود می‌فرستد و بار دیگر اعلام می‌کند زنان با مبارزات مستمر و خستگی ناپذیر خود و بر بیشتر اعتراضات موجود بر جامعه، بر بستر اعتراضات دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و دادخواهان بیش از پیش به جلو آمده و عزم خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به دیر کشیدن حاکمیت اسلام جزم کرده اند تا جایی که هیچ نیروی قادر به مقابله با به وقوع پیوستن انقلاب آتی ایران که قطعاً انقلاب زنانه است نیست. انقلاب زنانه سرنگونی جمهوری اسلامی را اولین راه رهایی زنان در ایران می داند و بار دیگر دادخواهی و کیفرخواست زنان برای محاکمه سران نظام جمهوری اسلامی و همه آمرین و عاملین بیش از 4 دهه زنستیزی و خشونت و خشونتهای سیستماتیک حکومتی علیه زنان در دادگاه های بین المللی
و عادلانه با حضور نمایندگان واقعی مردم و زنان ایران را اعلام می‌دارد. انقلاب زنانه همچنان درود می‌فرستد بر زنان شجاع و جسور افغانستان که مقابل طالبان پرچم اعتراض به توحش و پرچم رهایی زن را بالا بردند. انقلاب زنانه اعلام می‌دارد که خواهان اخراج جمهوری اسلامی از تمامی مجامع بین‌المللی از جمله کمیسیون زنان سازمان ملل در راستای بایکوت جمهوری اسلامی است. ما خواستار حکومتی سکولار هستیم که متضمن آزادی و برابری همه انسان‌ها و متضمن رهایی زنان از قید و بند ارتجاع و مرد سالاری و مذهب باشد. انقلاب زنانه همه زنان مبارز و تمامی انسان‌های مترقی، پیشرو، برابری طلب، آزادی‌ها و سکولار را به این مبارزه مهم تاریخی فرا می‌خواند. گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن. زنده باد انقلاب زنانه. پاینده باد مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حجاب. به امید روزی که تبعیض جنسیتی تموم شده باشه در سرتاسر دنیا. گرامی باد 8 مارس. زنده باد 8 مارس. زنده باد تمام انسان‌هایی که برای برابری و برابری برای رفع هر گونه تبعیض در میدون میان. نام مهم نیست در کجای دنیا هستن، در سرما گرما ما در این روز بیرون هستیم که صدای اینها باشیم. زنده باد 8 مارس. زنده باد شما که اینجا هستیم. ما خسته اما کشتی سوزونی، ما نسله